کمیته حقوق بشر سازمان ملل گزارشی منتشر کرد که در آن اعلام کرده محدودیت‌های اعمال شده علیه حکام نظامی میانمار که چند سالی است با چوب و چماق مردم این کشور به ویژه مسلمانان را زیر ظلم و ستم قرار دادند در حال افزایش است گزارش منتشر شده از سوی رئیس حقوق بشر سازمان ملل نشان می دهد ارتش میامار یک سیستم محیطی جامعه کنترلی را از فوریه 2021 که زمان کودتا بود ایجاد کرده است دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار اقدامی فوری برای ارسال کمک های مورد نیاز مردم میامار شد در ادامه این گزارش آمده سربازان ارتش میامار مراکز درمانی را هدف قرار داده انبارهای زخیر سازی مواد غذایی را میسوزانند سوزانند، چاهای آب را از بین میبرند و حتی گروهی متشکل از سه نفر بی خانمان را که تلاش کردند تا به روستای خود برگردند و غذا پیدا کنند کشتند. در این گزارش ذکر شده چهل نیروی کمک رسان از زمان کودتا در میان مار کشته شدند که از این میان تعدادی به صورت عمدی هدف قرار گرفتند. در زمینه و متن درگیری های مسلحانه ممانعت یا رد عمدی کمک های بشر دوستان ممکن است مشمول جنایات جنگی مانند قتل عمدی، شکنجه و سایر رفتارهای تخیرامیز گرسنگی و مجازات دست جمعی شود در مجموع گزارش سازمان ملل اعلام کرده دست کم 3452 تن به دست نیروهای نظامی میانمار و وابستگان کشته شدند و 21807 غیر نظامی نیز از آغاز کودتا در میانمار تا آوریل 2023 دستگیر شدند. سازمان ملل میگوید حدود 17 میلیون نفر در میانمار یا حدود یک سوم جمعیت به کمک نیاز دارند. در پایان لازم به ذکر است که بیش از یک میلیون مسلمان میانمار با هدف دفاع از جانشان از دست نیروهای نظامی میانمار به بنگلادش گریخته و در آوارگی به سر میبرند.